به نام نامی حی سبحان، پروردگار جان و جهان، عزیزان همیشه همراه، سلام میکنیم به خدمت همه شما عاشقان امام حسین علیه السلام و شما که دلها و قلبهایتان پر میزنه به عشق حسین و کربلای حسین. روز اربعین هست، تسلیت میگم به همه شما عزیزان و آرزو میکنم که زیاراتتان و عزاداریهایتان قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. زیارت یعنی قرار گرفتن در مقابل آینه، آینه ای که همه عیب های ما را به ما نشان میده. زیارت یعنی قبولی، یعنی تکنیم، یعنی تسلیم، یعنی پیوند و رابطه قلبی، یعنی بیعت دوباره. امیدوار هستیم که اگر مشرف شدین به کربلای معلا و در زیارت اربعین هستین قبول باشه و آنهایی هم که دلها و قلبهایشان پر میزنه به زیارت اربعین و حرم امام حسین علیه السلام، انشاءالله که بی نصیب نمانیم و این آرزو در دلها و قلبها نمانه و حاجتهایتان برآورده باشه. در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع برنامه زیارت با معرفت و انشاءالله که زیارتهای همه ما با معرفت باشه، یعنی که منزلت و مقام این امامان بزرگ را بشناسیم و متوجه باشیم که اینها واسطه فیض هستن، منبع فیض هستن و در تمام زوایای زندگی ما هم حضور دارن. خب با ما باشین. و کارشناس محترم برنامه که امروز هم در استودیو با ما حضور دارن، خانم فتحی عزیز هستن. سلام علیکم میکنیم خدمتشان و تسلیت میگیم روز اربعین و ایام اربعین را و انشالله که عزاداری های شما بزرگوار هم قبول باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز، این ایام هم تسلیت باشد. زنده باشین و تشکر. عزیزان بیننده در جریان هستن که ما در رابطه با زیارت با معرفت صحبت کردیم، زیارت با معرفت هم معنی کردیم، معرفی کردیم، آداب او را بیان کردیم، آثارش را گفتیم و گفتیم که بله، زیارت با معرفت یعنی که ما شناخت و آگاهی پیدا کنیم از امامان بزرگواری که به زیارتشان میریم و یک رابطه قلبی و یک پیوند قلبی با آنها ایجاد کنیم. و امروز میخواییم ببینیم که چه آسیب‌هایی وجود داره. خانم فتحی، ما بسیار وقتها به زیارت میریم، تلاش ما را میکنیم، حالا شاید زیارتی که میریم ما چقدر هزینه برای ما داشته باشه، سفرهایی که میریم به جاهای دور به دلیل زیارتی که میخوایم انجام بدیم، اما گاهی وقتهای زیارت ما و این زیارات ما خب با معرفت نمیشه، یعنی یک آسیبهایی وجود داره که این زیارتی که باید با معرفت باشه اینگونه نمیشه. میخوایم این آسیب ها رو بیایم بیان کنیم که انشالله این زیارت ما با تمام وجود ما انجام شود، با حضور قلب، با معرفت کامل، با شناخت واقعی انجام شود. این آسیب ها رو از زندگی خود ما و از زیارات خود ما دور کنیم انشالله. ما وقت از کلمه آسیب صحبت میکنیم، آسیب یعنی اون چیزی که به یک امر مطلوب، به یک امر خوب ضرر میرسانه، یعنی هر چیزی که یک چیز دیگر رو خراب بکنه، آسیب برسانه، بهش ما میگیم که این آسیب است. آسیب رساند و اون چیز اون اثر مطلوب خودش رو نداره. حالا در مورد زیارت هم به همین صورت است. ما یک سری از اعتقادات داریم، باورها و بینش‌های ما یا رفتارهایی داریم که این موارد چی در قبل از سفر، این هنوز ما به سفر نرفتیم، چی در عین سفر و چی بعد از سفری که انجام دادیم میتونه بر اون زیارت با معرفت ما آسیب برسانه. خب چه خوب است که ما قبل از این که به سفر عازم میشیم این آسیب‌ها را از خود ما دور بکنیم و انشاءالله یک زیارت با معرفت، یک زیارتی که مورد قبول ائمه علیه السلام هست داشته باشیم. مثلا یکی از مواردی که در تدارک سفر بسیار مهم است، هزینه هایی که در مورد سفر ما انجام میدیم میباشه. درست. مثلا میخواییم به سفر زیارت اربعین امام حسین علیه السلام بریم یا سایر عتبات دیگر،
خوب است که او هزینه ای که می کنیم، اون بله پول و پیسه ای که در میاریم، ببینیم که از چی راه است. آه مثلا این درست. پیسه ای که ما می خواهیم هزینه سفر بکنیم، آه دیگه درآمدش از کجا بوده؟ از کجا شده؟ چطور هست؟ بله، خدای بله نخواسته مثلا از طریق ربای، سرقت، آه خیانت در امانت کسی که مال در پیش ما گذاشته، اینها نباشد. این ابتدایی ترین کاری است که ما میتونیم انجام بدیم برای یک سفری که میخواهیم که در اون معنویت داشته باشیم، خود ما را به خداوند متعال و ائمه علیه السلام نزدیک نزدیک کنیم. بکنیم. یعنی حلال باشد، حلال پول باشد و پیسه باید حلال حلال باشد. باشد. بعد از این مورد که انشالله همگی ما این گونه هستیم، با رزق حلال به این سفرها عازم بشیم، یک سری از حقوقهای دیگر هست که خوب است اینا رو ما بدانیم قبل از سفر، رعایت اینها رو هم داشته باشیم. حق الله، حق الناس بر گردن ما نباشد. ما در دین ما، در احکام ما حقوق داریم. این حقوق مالیست. مثلا در حق الله سالانه کسی که برش زکات واجب میشه باید زکات مال خودش پرداخت بکنه. یا کسان هستند که خمس بر مالشان یا بر بله. اموالشان تعلق میگیره، قبل از سفر خوب است که اینها را در نظر داشته باشند، پرداخت پاک بکنند، پرداخت بکنند، بعد عازم سفر بشوند. یعنی اگر خمس و زکات خودشان را نتن و به زیارت برن، این زیارتشان با معرفت نیست، میشه جز آسیب هایش دیگه. چیز آسیب هاییست که میتونه به زیارت ما وارد بکنم. ما عرض کردیم در جلسه قبل که باید جایگاه و مقام ائمه رو بشناسیم، امر اونها، امرشون باید اطاعت بکنیم و از نهیشان هم دوری بکنیم. خب یکی از واجبات ما همین خمس زکاتی است که باید پرداخت بکنیم. خب تو در امور دینی بگوین که خب این حق خداوند است دیگه. حالا ما مثلا با خدای خودم یک عهد و پیمانایی دارم مثل دادن خمس و زکات و گپا، ولی خب من زیارت اهل بیت دارم میرم، مثلا زیارت امامان دارم میرم، چه ربطی وجود داره؟ اینطور با خود گفته نمیتونه این گپا نه؟ حالا ما و خدا میدانیم که ما با بعدا باز با هم حساب کتاب میکنیم، حالا رضای خمس و زکات و یه هم که گپ است که با امامان خود ما هسته، این گپ نیست، اینا همه با هم ارتباط دارن، اینها با هم ارتباط دارن. درست است، شاید در یک سری از امور خدای نخواسته گناه چیزی باشه و این بین من و خداوند است و خداوند امکان داره ببخشه، اما در امور مالی باز هم این حق برمیگرده به کی؟ ما در سهم مثلا خمس یک حق داریم که مال امام زمان ماست که باز هم بر امور دین مصرف میشه، یک سهم داریم که مال فقرا هست و سیدایی که فقیر هستن. پس به نوع این حق الله هم، حق الناس هم میتونیم بهش بگیم. پس بنابراین ما این امور را حتما باید رعایت بکنیم و با مال پاک و با اون هزینه طیب عازم سفر معنوی اربعین بشیم. این حق الناس هم همین میشه؟ یعنی یک نفر اگر که قرض داشته باشه، مثلا باید قرض یک کس را ادا کنه و بده، ولی خب در عین حال هم روز اربعین رسیده و میخواد که به زیارت اربعین بره، خب اینجا اول باید قرض ادا کنه بعد به زیارت اربعین بره. اگر ما قرض ما رو ادا بکنیم، اگر به نوعی مثلا هزینه ای داریم که صرفا میتونه تامین هزینه حج ما بشه، کربلای ما بشه، بله. خب اینجا خوب از کسی که مقروض هستیم بریم حلالیت داره بیم و از او اجازه بگیریم. اگر او شخص بر ما اجازه داد که خب با یک ماه تاخیر، با دو ماه تاخیر شما قرضتان رو پرداخت کنین و من راضی هستم که به این سفر شما برین، اینجا اشکال نداره، چون اون شخصی که ما ازش قرض داریم راضی هستش. اما اگر این شخص راضی نباشد، قطعا ما نباید این کار را انجام بدیم. اول باید قرض خود ادا بله. کنیم. حتی ما داریم است. که در نمازی که واجب است، اگر کسی که قرض بر عهده ما داره آمده باشه و در ما را بزنه، قرض خود طلب کنه، میگه شما نماز واجبتان اجازه دارین بشکنین و قرض مقروض بتین. پس وقتی که یک امر واجب به این مهمی را ما میتونیم این کار را بکنیم، خب سفر زیارت اربعین که یک امر مستحب است، میتونیم سال بعد انجام بدیم یا از شخص اجازه بگیریم که این کار را انجام بدیم. پس بسیار رزق حلال مهم هست و ما در آموزه های دینی ما بسیار تأکید در این مورد داریم، چنان که در روز عاشورا میبینید که امام حسین علیه السلام بر گروه یزیدیان میگوید که شما از حرام
متونتان، شکمهایتان پر شده و هر آن چیزی که ما میگوییم شما را به سمت حق دعوت میکنیم گوشایتان نمیشنود، چون که خداوند مهر زده به قلب شما. پس ببینین مال حرام چقدر تأثیر داره و زیانبار است بر ما. پس انشالله که همه کسانی که عازم هستن این امر را دقت کرده باشن. بله، و چقدر ضروری هست. بله قطعا. بله. از آسیب‌های دیگر تضییع حقوق اخلاقی و اجتماعی مردم هست. این خدای نخواسته ما در خانواده، اقوام، دوستان، همسایه ها حق از اونها را ضایع نکرده باشیم. مثلا غیبت کسی را نکرده باشیم، تهمت علیه کسی نزده باشیم، کینه از کسی به دل نداشته باشیم. اگر این کارا را کردیم استغفار بکنیم و به صورت کلی از اون افراد حلالیت بطلبیم. خدا رو شکر میبینیم که امروزه ای گپ وجود داره، قسم رواج شده. قبل از اینکه به زیارت برن، زیارت کربلای معلا یا هر زیارت دیگه ای که برن، قبلش خدا رو شکر حلالیت میطلبن. ولی خب گپ آسانترم شده، این فضای مجازی ایجاد شده، خب از اون طریق فضای مجازی حلالیت میطلبن و از کلگی بخشش میخواین. چقدر خوب است همین امور و همین سنتی که وجود داره و رواج دارم. خانم فتی بریم یان برنامه تقدیم عزیزان داشته باشیم. در ادامه صحبت باز هم با شما خواهیم بود. عزیزان بیننده با ما باشین و یک وقفه میان برنامه هم تقدیم حضور شما عزیزان. عاشق فقط به دیده گریان دلش خوش است، هجران زده به حال پریشان دلش خوش است. عشق است هرچرا بپسندی برای من، دل داده ات به غربت و هجران دلش خوش است. گفتی بسوز در غم من، ای بروی چشم، دل سوخته به لذت درمان دلش خوش است. با فقر محض آمدنم عیب و نقص نیست، وقتی که مور هم به سلیمان دلش خوش است. محتاج یک نگاه کریمانه تو هم، قحطی زده به قطره باران دلش خوش است. در پشت در نشستن من بی دلیل نیست، سائل فقط به لطف کریمان دلش خوش است. با دست مهربان خودت لقمه ای بگیر، خیلی گدا به لقمه ای از نان دلش خوش است. اینجا بساط شاه و گدا فرق می کند، اینجا خود کریم به مهمان دلش خوش است. گیرم که خشک هم بشود چشم نوکرت، بر ابر رحمت تو کماکان دلش خوش است. می گفت عاشقی که زیارت نرفته بود، تنها به لطف شاه خراسان دلش خوش است. وقتی دلت گرفت فقط فبک للحسین، نوکر به روضه شه عطشان دلش خوش است. ای شهریار نیزنشین آیهی بخوان، دردانت به آیه قرآن دلش خوش است. سپاسگزار هستیم از حضور گرم همیشگی شما عزیزان بیننده و تسلیت میگم در روز اربعین هستیم. امیدوار هستم که همه عزاداری های شما عزیزان در این ایام محرم و عزاداری های ایام اربعین قبول باشه بر شما عزیزان و انشالله که زندگی ما رنگ بوی حسینی پیدا کرده باشه و تمرین باشه برای همه ماهای زندگی ما و سالهای زندگی ما همیشه حسینی وار و زینبی وار باشیم. در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع
زیارت با معرفت و ببینیم که چه آسیب‌هایی وجود داره که زیارت ما قبول نشه. انشالله که زیارت‌های همه ما و شما قبول حق قرار بگیره. خوب است که بسیاری از این آسیب‌ها را در نظر بگیریم و بشناسیم و اونها را از زندگی خود ما رفع کنیم. خب پس موضوعات بسیار مهمی را بیان کردین شما، موضوع حق الناس، موضوع حق الله، که اینها را باید کسی که میخواهد که به زیارت برن باید در نظر بگیره که حق کسی را به گردن نداشته باشه، قرض اگر داشته باشه باید ادا شوه، اگر دل و قلبش پر از کینه است اینا را باید صاف کنه، باید پاک کنه خودشه. بسیار وقتها خانم فتیم ما میبینیم که خب گپ ها وجود داره در بین خانواده ها، میبینیم که این کدورت های کینه ها هنوز در قلب و دل هست، میبینیم که بین خانواده ها اقوام و خیش دیگه صله رحم وجود نداره، جدا از هم هستن، او پیوند عاطفی وجود نداره، ولی خب کلشانم به کربلا میرن، کلشانم به زیارت میرن و خوب است که در همین ایام دل و قلب پاک شده و بعد از او باز برون. خب سایر آسیب ها را بیان کنیم که بتونیم به کل این موضوع برسیم، چون به واقعیت بسیار اهمیت داره و مهم است. یکی از آسیب های دیگر اخلاقی میتونه بدزبانی باشد. افرادی که خدای نخواسته زبان خوش ندارن در برخوردی که با افراد میکنن، حالا شاید بعضی ها به صورتی نباشه که ناسزایی از زبان اونها خارج بشه، اما زبان اینها زبانی است که بهش اصطلاحاً میگن نشدار. حتی اگر یک حرف عادی و یک حرفی هم که میخواد نصیحت بکنه یا توصیه بکنه شاید هم از روی دلسوزی باشد، اما به گونه بیان میکنه که این زننده هست. ما خوب است که از امام مهربان ما، از امام حسین علیه السلام این ویژگی خوب را یاد بگیریم که زبان لین داشته باشیم، که این ویژگی که انسان خوش اخلاق باشه بر قلب و روح او تأثیر میگذاره و روان انسان را آرام میکنه. در تعریف مسلمان یا مؤمن از امام باقر علیه السلام هست که بسیار یک حدیث زیباست، یعنی ما بدانیم با این ملاک که امام باقر علیه السلام به ما داده است ببینیم آیا مسلمان هستیم. اگر مسلمان هستیم آیا مؤمن هم هستیم؟ بعد با این ویژگی انشالله عازم سفر بشیم که یک زیارت با معرفت داشته باشیم. امام باقر علیه السلام می فرمایند که مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او سالم باشد. این ما زبان ما باید نرم باشد با همگی. اگر امانت بر دست ما کسی گذاشته است این امانت را حفظ بکنیم. این رازداری. شاید کسی حالا مال هم در اختیار ما نگذاشته که حفظ بکنیم، یعنی این هم هست، اما به فرموده شما یک راز را پیش ما امانت گذاشته، درد دل با ما کرده است، ما اجازه ای را نداریم که اون را بازگو بکنیم. پس از زبان ما و از دست ما دیگران اگر سالم بودن ما یک شخص مسلمان هستیم. امام بیایم بررسی کنیم که با واقعیت دیگرها چقدر دست و زبان ما در آسایش هستن. قطعاً. بیایم تحقیق کنیم، یعنی یک کم تفکر کنیم در وجود خودمون که ببینیم این ملاک را داریم یا نداریم. اگر خدای نخواستن نداریم خوب است در همین سفر اربعین در خود ما ایجاد بکنیم و امام این تعهد را بدیم که ما یک مسلمان واقعی باشیم و بشویم. در تعریف مؤمن فرمودن که مؤمن کسی است که مسلمانان او را بر مال و جان خود امین بدانند. یک مرتبه بالاتر، ما امین جان و مال مردم باشیم، ما امین آبروی مردم باشیم، این میشه شخص مؤمن. امام می فرماید که بر مسلمان حرام است بر کسی ستم روا دارد یا او را خار کند یا به او آزار برساند. پس انشالله که ما از همه این آسیب ها به دور باشیم. بله. یک مسلمان واقعی و یک مؤمن واقعی باشیم که اگر با این ویژگی و سفرم عازم بشویم یک زیارت با معرفت و مقبول هم خواهیم داشت و آثار و خیر و برکاتش را هم در زندگی خود ما حتما میبینیم. قطعاً. حالا ما بسیار وقتها میبینیم که به سفر میریم، خب میریم اونجا زیارت میکنیم با تمام وجود، چقدر عاشقانه و خالصانه،
وقت برمیگردیم میبینیش تغییر در زندگی خود نمیبینیم، نه اخلاق ما تغییر کردن، نه رفتار ما نظره، همون چیزی که بودیم بودیم. خب این نشانه چی است؟ یعنی فکر میکنم که زیارت ما زیارت با معرفت نبوده به خاطر همون آسیب هایی که وجود داشته، آسیب هایی که دارم متاسفانه. خب خوبه که ما قبل از اینکه عازم سفر میشیم به این امور دقت بکنیم. یک موضوع است در بین ما که میگن چلگیری، یعنی ما قبل از اینکه به سفر عازم بشیم خوب است 40 روز قبل بله. یک چله بر خود ما بگیریم، خود ما را پاک کنیم، پاک بکنیم این چیزهایی که اگر از ما هست دور بکنیم و چیزهای خوب را در خود ما ایجاد بکنیم. که باز اینجا عرض کنم یکی از آسیب ها گناه هست. حالا شاید افراد باشند که به ظاهر انسان های خوبی هستند اما گناه دارند که بین خودشان و خداوند متعال است. گناهی است که بر روح و قلب انسان تأثیر میگذاره. خدای نخواسته در این فضای مجازی که ما قرار گرفتیم با این گوشی های هوشمند خود ما هستیم و فقط خدای ماست. بله. و میتوانیم از این طریق هم وارد گناه هایی بشیم که شاید دیگران متوجه نشن اما خداوند متعال بر ما ناظر هست و اعمال ما رو میبینه و همین کدرهای روح، یعنی تیرگی هایی که بر روح ما وارد میشه تأثیر میگذاره و ما را از زیارت با معرفت دور میکنه. قرآن در مورد ائمه علیه السلام میفرماید که لا یمسه الا المطهرون، یعنی به اونها کس نزدیک نمیشه، به مقام اونها، به جایگاه اونها، با اونها ارتباط نمیگیرن که خود اونها هم پاک باشن. پس ما که میخواییم بریم به زیارت چنین ائمه که افراد پاک با اونها میتونن نزدیک بشن، خب ما امروزه باید این ویژگی رو در خود ما ابتداعا ایجاد بکنیم که انشاءالله با یک طهارت قلبی و یک طهارت ظاهری وارد این حریم ائمه علیه السلام بشویم. خانم پتی، گاهی وقتا این سوال در ذهن انسان پیش می آید، یا یه امیدواری بگویم، حالا اگر سوال نگویم امیدواری بگویم، که یک نفری که گناهکار است، حالا گناه های مختلف، حق الله به گردن داره، حق الناس به گردن داره، اهل نماز و گپا نیست، خب میگن که بیا به زیارت به کربلا یا به زیارت برو که به دلیل واسطه‌ای که تو رفتی به زیارات اهل بیت عنایت این امامان بزرگ بر تو شود و تو دیگه پاک شوی. یعنی شما گفتین که قبل از اینکه یک انسان بره به زیارت چله بگیره، خودشو پاک کنه، حق الله، حق الناس، هر چیزی که در گردن داره اونا رو همه رو پاک کنه بعد به زیارت بره. آیا قسم میشه که یک نفر بگه خب میره دیگه، حالا یک نفر بوده که در مسیر زندگی آدم درست نبوده، رفتارهای نادرست بوده، رذیله های اخلاقی داشتم، این میره به کربلا به واسطه پاک شدن، این که میگه من میرم در زیارت خانه خدا یا کربلای معلا، من میرم اونجا که به واسطه ابهت اونها و شفاعت آنها من پاک شوم و برگردم باز به زندگی خودم و به همون پاکی دیگه ادامه بتم زندگی ره. به قسم هم امکانش هست؟ امکانش هست و در تاریخ هم داریم و امروزه هم داریم. عزیزان میتونن در فضای مجازی، در سایت ها این کلیپ هایی که ایجاد شده افرادی که رفتن به زیارت و متحول شدن. بله. حتی بعضیا به نیت این که نرفتن اونجا متحول بشن، به نیت یک امر دیگره مشرف شدن و تحول در اونها ایجاد شده. امامان علیه السلام واسطه فیض الهی هستن. اما ما از افراد صحبت میکنیم، از مؤمنین صحبت میکنیم که اینها محب اهل بیت هستن، اینها خودشان آمادگی ای را دارن و میخواین زیارتشان از اون سطحی که شاید بگویم مراتب داره دیگه، همونطور که شناخت مراتب داره، زیارت های ما هم که چگونه باشه و در چه درجه و رتبه باشه هم مرتبه داره، ما با چه نیت میخواییم بریم، نیت های ما خداوند متعال آگاه هست. خوب است که ما میخواییم که نهایت استفاده را از این زیارت بکنیم. بله. این ویژگی هایی که اگر احیانا در ما هست دور بکنیم و ویژگی های خوب را در خود ما ایجاد بکنیم. پس یعنی به مرتبه های زیارت شما اشاره کردین، یعنی کسی که
قبل از که به زیارت بره چله میگیره و خودش را پاک میکنه از همه رذیلهای اخلاقی، خب مسلم است که این زیارت ای بسیار با معرفت خواهد بود. قطعا ما هر چقدر شناختمون نسبت به امام معصوم علیه السلام زیاد باشه، به همون نسبت زیارت ما هم زیارت با معرفت هست. بسیار عالی. خب بریم یه برنامه تقدیم عزیزان داشته باشیم و بعد از او همچنان نسبت به این موضوع با شما عزیزان گفتگوهای زیادی خواهیم داشت. حتما بیننده برنامه باشیم. از آن ظهر بخون نشسته 40 روز گذشت، از آن روزی که صدای آتش کودکان دل را پاره می کرد. خدا می داند لحظه لحظه روزها و شبهایی که گذشت با دل زینب چه کرد. چقدر طاقت فرسا بود روزهای بی حسین علیه السلام. کاش فردایی دیگر نبود، کاش می مردیم و روزهای سیاه بی تو بودن را نمی دیدیم. خدایا زینب چه کشید؟ این ستون پا بر جای کاروان و سرا همه چیز را به گونه دیگر رقم زد. با سخنان زینب کربلا و بلوغ رسید و خون شهدا جوشید و جوشید تا آن جویبار خونین که در قریبان ترین حالت ممکن بر زمین جاری شده بود در اربعین حسینی رودی خروشان شد. جگرگوشه های آل رسول صلی الله علیه و آله و سلم چه کشیدند وقتی 40 منزل سرها را بر فراز نیزه ها دیدند. هنوز خیمه ها در آتش بیداد می سوزد، هنوز کربلا صحرای محشر است، هر گوشه این دشت شقایق های عاشق پرپر شده بر خاک آرامیدند. هنوز صدای علت شعار در تب و تاب لبهای سوخته امام عشق به گوش می آید. کاش فرات آتش می گرفت، کاش شریعه می خشکید. لحظه لحظه هر روزی که بی حسین علیه السلام گذشت بر زینب عاشورای دیگر بود. 40 است. بگذار با هر نفس مظلومیت و غربت و تشنگی و تنهایی را فریاد کنم. کاروانی که چنان دستگلی در بین علفهای هرز و خارهای بیابان در غل و زنجیر بودند، شگفتا که عشقهای سوزناک کودکان در دل هیچ سنگ دلی اثر نمی کرد. از شام تا کربلا، از عاشورا تا اربعین و از 40 فصل درد و ناله تا امروز، این جاده ها شاهد پاهای تاول زده کودکانی بودند که از آن خونابه چرکین می تراوید. 40 روز بود که درخت اسلام ریشه در خون شهدا و استوارتر و راسختر از همیشه به سوی فلک قد می کشید. کاش دنیا رنگ روز دیگر را به خود نمی دید. خب عزیزان بیننده سپاسگزار هستیم. مثل همیشه بیننده برنامه روشنا هستین با موضوع زیارت با معرفت و اگر هم میخواییم با ما در ارتباط باشین مثبت 964-780-255-13 نمبر ما هست. میتونین با ما ارتباط داشته باشین، پیام های تسلیت دانه برای ما ارسال کنین. به هر حال صحبت، پیشنهاد، انتقاد، هر حرف و صحبتی که دارین ما پذیرا هستیم و بسیار خوش میشیم که با ما در ارتباط باشین. خب در ادامه صحبت هستیم و آسیب های
زیارت با معرفت با شما عزیزان میخواییم که صحبت و گفتگو داشته باشیم. بسیاری از آسیب‌ها را خانم فتی عزیز بیان کردن و باز هم میخواییم که برای ما بیان کنن و بگویند که انشالله ما این آسیب‌ها را دور کنیم از زندگی خود ما و از اعمال و رفتار خود ما تا اینکه بتانیم یک زیارت با معرفت داشته باشیم، یعنی از روی آگاهی و از روی شناخت ما به زیارت بریم. خب میشنویم خانم فتی. ما تا اینجا چند تا آسیب را بیان کردیم که اینها آسیب هایی بود که قبل از اینکه عازم میشیم این امور را از خود ما دور بکنیم که انشالله زیارت با معرفت داشته باشیم. آخرین مورد این امر این هست که نیت های ناخالص را از خود ما دور بکنیم. خدای نخواسته کسی به زیارت ائمه علیه السلام با نیت ریاکاری، با نیت این که تظاهر بکنه، با نیتی که خودش یک فرد عاشق ائمه علیه السلام نشان بده، با این نیت ها عازم سفر نشود. واقعا حیف از خانم فتی، درست؟ که این همه زحمت بکشی، این همه پول خرج کنی، قدر سختی باشی، خب هر سفری خب به هر حال سختی های خودش داره دیگه، به خصوص زیارت ایام اربعین در حرم امام حسین. خب میبینیم که چی حال است و دیگه اگر عاشقانه و خالصانه نباشه واقعا حیف است. حیف است و خصوصا در این ایام که هوا بسیار گرم است و انشالله که زواران امام حسین السلام به سلامت باشن. امام صادق علیه السلام میفرماید که اگر کسی از روی ریاکاری این کار رو انجام بده به طور کلی، حالا یک زیارت هم یکی از این مصداق کارهایی که ما انجام میدیم، برای دیگران باشه، یعنی به خاطر تظاهر به این که یا ریاکاری باشد، بعد میگه این میشه عملی که برای غیر خدا انجام داده. دیگه برای خودش این تصور کرده که میره مثلا به زیارت به خاطر که بگویه که من هم رفتم به زیارت، این برای غیر خداست دیگه. امام میفرماید که کسی که این گونه باشد پاداش خدا بره از کسی بگیره که اون عمل رو به خاطر او انجام داده. و ببینید این چقدر خسارت هست که ما به خاطر ریاکاری و تظاهر این کار انجام بدیم و خداوندم ما را واگذار به همون فرد بکنه به بنده ناتوان. پس غیر از آه و حسرت چیزی نمیمانه برای آدم، نمیماند انشالله که خداوند متعال ما را از نیتهای ناخالص بدور بکنند. اگر به آسیبهایی که در عین زیارت به ما با وقوع میپیوندند به اینها اشاره بکنیم که زوارای ما اونجا هستند، یک سری از آسیب هاست که متوجه این است که ما در حرم هستیم و این آسیب ها میتونه بر ما وارد بشه. خب این هم از خاطر این است که ما جهل داریم، یعنی اگر کسی جاهل باشد به یک کاری این آسیب ها را میتونه وارد بکنه. و هر دو گروه، یعنی کسانی که هم افراد میکنن هم تفرید میکنن نسبت به مقام امام علیه السلام، ما عرض کردیم که کسی باید حق امام را بشناسه و بر اساس حق امام با امام معامله بکنه. بله. اما متاسفانه برخی از گروه های هست در تشیع که بسیار در یک حد امام را قرار میدن که بهش میگن غلو کردن، یعنی امامان را در سطح خداوند قرار میدن در حالی که اماما یک بشر هستن، مثل انسانهای عادی هستن، اما جایگاه و مقام دارن، ویژگی هایی دارن که اونها را برتر از ما انسانهای عادی کرده است. اینا در نظر داشته باشیم که در مقام در شناخت امام عرض کردیم که شخص صفات امام را باید بشناسه. امام مثلا عالم هست، عصمت دارد و سایر ویژگی ها، و این صفات را که ما شناختیم باعث نشه که اونها را در حد خدای متعال بالا ببریم. و در شنیده شده است متاسفانه در حرم ها چیزهایی از کلمات از افراد به زبان جاری میشه که ناقض اون عهد است که ما نسبت به امام داریم، جایگاه است که نسبت به امام داریم و میتونه آسیب برسانه از جانب من محب برای دینم، برای مذهبم، چون که شما میدانید که در ایام اربعین از سایر ادیان، سایر مذاهب و ملیت‌های مختلف اونجا هستند و ما با رفتارهایی که
و نوع بگیم ناشایسته است، بدعت هست و غلو هست، نباید این کارها را انجام بدیم. و یک سری از افراد هستن که باز از این طرف افتادن، امام را بسیار سطحش پایین میارن با اعتقاداتی که اونها دارن و طبق روایات که از معصومین علیه السلام داریم، هر دو این گروه یعنی از اسلام خارج هستن، چه اونهایی که افراد میکنن، چه اونهایی که تفرید میکنن نسبت به مقام امام معصوم علیه السلام. در هنگام زیارت متوجه این گونه افعال، افکار باشیم. شما هم شاید دیده باشید که بعضیا در بعد ورود که میکنن در حرم ها ببینیم که سجده میکنن. بله. و این آسیب هست. شاید ما حتی کسانی باشن که در این تصور نداشته باشن که امام مقام خدایی دارد. به خاطر همون جایگاه امام این کار را میکنن. به خاطر احترام این کار را میکنن؟ احترام میکنن. اما این احترام نسبت به دیگران دید بدی ایجاد میکنن. خب فقط سجده باید در مقابل پروردگار خود داشته باشیم، فقط در مقابل خدای خود ما. در این که بکنیم که خدا را سجده میکنیم. و این عمل عمل ناپسندی است که برخی ها متاسفانه انجام میدن و ما باید از این کار به دور باشیم. سجده شکر چیز خوب است. مثلا ما وقتی میریم به حرم زیارتنامه میخوانیم، دو رکعت نماز میخوانیم، هدیه میکنیم به امام، بعد از اتمام این کار میتونیم سجده شکر به جا بیاریم. خداوند این توفیق را داده، امام این اذن نداده که ما به حرم او وارد بشیم. این اشکال ندارد، این سجده شکر است. اما در بد و ورود نباید این کار را انجام بدیم که ظاهر بد دارد. شاید منظورشانی باشه خانم فتی که وقتی که به سجده میفتن یعنی که من خاک حرمت را میبوسم، مثل که مثلا ما وقتی که به بهشت، حالا جای آرامگاه، جایی که پدر و مادرای ما دفن هستن، وقتی که اونجا میریم قبر پدر یا مادر خود ما را ماچ میکنیم. یعنی که میخواییم بگیم که خاکت مثلا ما آمده ایم ماچ میکنم، یک نوع احترام به قصد و نیتم، به قصد و نیتم برمیگرده دیگه. درست قطعا البته خود سجده کردن نیست دیگه، بوسیدن به نیت ما برمیگرده. شاید ما نیت ما به این صورت نباشه که ما بگیم خداست امام ما، در این حد مثلا بالا نبریم مقامش، امون احترام باشد. اما ما باید بدانیم که اعمال ما زیر نظر دیگران هست، نباید به مقام معصوم علیه السلام خدشه از جانب ما وارد بشه. بله، پس امامان ما منبع فیض الهی هستن، واسطه‌های هستن برای ما و خدای بزرگ، که یعنی ما از این طریق به ایشان رجوع میکنیم، به این بزرگواران رجوع میکنیم و به عنوان یک واسطه فیض و منبع الهی ما و خدای بزرگ بسیاری از امورات زندگی ما را از این آنها حاجت میطلبیم، حوایج دنیا و آخرت ازشان میخواهیم، شفاعت میخواهیم. یعنی میخواهیم میگیم که شما امامان بزرگ هستین، برای ما واسطه شوین که خدای بزرگ حاجتهای ما را برآورده کنم. قطعا به این صورت باشد اون رعایت جایگاه امام شده است. خب دو دقیقه فرصت داریم خانم فتحی، یک جنبندی از کل صحبت امروز داشته باشیم. پس بنابراین ما چی قبل از سفر، چی در عین سفر و انشالله در جلسه بعد، در بعد از سفر که انجام میدیم، امورات را رعایت بکنیم که به زیارت با معرفت ما آسیب نرساند. یکی از اموراتی که باز عرض بکنم که آسیب زا هست و چهره خوب ندارد، که باز در بین ما خانم ها زیاد میباشد، در زیری ها میریم مثلا نخ گری میزنیم، یا مثلا عدیه را، قرآن ها را با خود ما میاریم با عنوان تبرک. حتی اگر در محل اسکان ما این کار را بکنیم، بگویم چند روز که ما هستیم، به عنوان تبرک قرآن را برمیداریم از حرم و ما مطالعه میکنیم. این کارها ناصحیست، این کارها درست نیست و جایز نیست که ما این کار را انجام بدیم. و یک آسیب دیگر هم باز که بیشتر نسبت به خانم ها هست، بازارگردی هاییست که انجام میدیم. سوغاتی بردن بسیار امر خوب هست، اما وقت مفید ما که خداوند این توفیق را داده که ما چند روز در اونجا باشیم، سعی بکنیم به این امورات نگذرانیم و علل خصوص زمانی که نماز واجب از آن صدایش بلند میشه و ما نباید در بازارها دنبال سوغاتی خریدن و این امورات باشیم. بله، خب تشکر میکنیم خانم فتحی، زنده باشین.
سپاسگزار هستیم که این علم و آگاهی را نسبت به آسیب‌های زیارت با معرفت برای ما بیان کردین. انشالله که بتونیم اینها را در زندگی عمل کنیم، این عمل به این صحبت‌ها و این تعاریفی که شما برای ما داشتین بسیار اهمیت داره. و همچنین شما عزیزان بیننده که تا این لحظه با ما همراه بودین، بسیار تشکر و قدردانی میکنم و انشالله که این آسیب‌ها را در زندگی خود ما تفکر کنیم و در رفتار و اعمال خود ما بسیار بسیار تحقیق و تفکر داشته باشیم و این آسیب‌ها را رفع کنیم تا اینکه یک زیارت با معرفت داشته باشیم. از حضور گرم همه شما عزیزان بیننده خداحافظی میکنیم. موفق و پیروز باشین و التماس دعا و عزاداری‌هایتان هم قبول حق.